سلام و وقت بخیر به برنامه بازنگاه خوش آمدید. جانشین ملا اختر محمد منصور چه کس خواهد شد؟ در برنامه امشب بازنگاه به بررسی همین موارد میپردازیم. مهمانانم در این برنامه آقای محمد ناطقی کارشناس مسائل سیاسی، آقای عبدالرحیم ایوبی عضو مجلس نمایندگان و همچنان آقای جاوید کوهستانی کارشناس مسائل سیاسی و نظامی با ما هستند. مهمانان بسیار خوش آمدین. اما در آغاز ملا اختر محمد منصور کی بود؟ آغاز زندگی ملا اختر محمد منصور رهبر گروه طالبان در سال 1968 در بند تیمور در روستای در ولسوالی میوند ولایت قندهار به دنیا آمد. گفته می شود که او در سالهای جنگ علیه نیروهای شوروی سابق همراه با شمار دیگر از اعضای خانوادهش در کنار مجاهدین علیه شوروی جنگید. او هم مانند شمار دیگر از اعضای خانوادهش عضو حزب اسلامی به رهبری یونس خالص بود. حزب اسلامی یونس خالص یکی از 7 حزب جهادی افغان بود که در دهه 80 در پاکستان فعالیت داشتند. شماره گفتند که ملا منصور جوان مجاهد برجسته بود، ولی جزئیات بیشتر در مورد فعالیت‌های او در زمان جهاد در دست نیست. گفته می شود که او در سال 1987 به شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان، و از آنجا به شهر پشاور رفت. در پشاور او دوباره شامل مدرسه دینی شد و آموزش‌های دینی خود را ادامه داد. در مورد زندگی شخصی ملا منصور، ازدواج و فرزندانش جزئیات در دست نیست. ملا منصور در جمع نخستین گروه طالبان بود که در سال 1994 ولایت قندهار را تصرف کردند و در 2 سال پس از آن گروه های مجاهدین را به جز اتحاد شمال از میان برداشتند. بعد از اینکه گروه طالبان در سال 1996 کابل را تصرف کرد، ملا منصور نخست مسئولیت شرکت هوایی آریانا را بر عهده گرفت و سپس وزیر هوانوردی طالبان شد. گزارش شده است که او مسئولیت نیروی هوایی را هم بر عهده داشت. او متهم بود که در جریان حکومت طالبان از پول مواد مخدر برای خود در کشورهای عربی خلیج فارس سرمایه گذاری کرده است. بعد از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 او والی نامنهاد ولایت قندهار شد، سمتی که نشانه از موقعیت بالای او در گروه طالبان بود. پس از آن ملا منصور عضو شورای رهبری طالبان معروف به شورای کویته شد. گفته می شود که ملا منصور از افراد نزدیک به ملا عمر بود، رهبر پیشین گروه طالبان. ملا اختر محمد منصور بعد از مرگ ملا عمر رسما به عنوان رهبر گروه طالبان منصوب شد. قبل از اینکه ملا برادر مسئول نظامی طالبان در سال 2007 از سوی پاکستان به زندان بیفتد، ملا منصور یکی از 2 معاون وی بود. بعد از بازداشت ملا برادر، منصور به عنوان فرد شماره 2 این گروه فعالیت را شروع کرد. ملا منصور در غیاب ملا عمر سرپرستی تمام فعالیت‌های سیاسی نظامی و تبلیغاتی طالبان را بر دوش داشت و خط مش طالبان را تعیین میکرد. اما ظاهراً برای نگه داشتن اتحاد میان طالبان مرتب از نام ملا عمر بهره میگرفت. بعد از منتشر شدن خبر مرگ ملا عمر، رهبر پیشین گروه طالبان ملا اختر محمد منصور از سوی بخش بزرگ از گروه طالبان به عنوان رهبر این گروه پذیرفته شد. اما رهبری او با مخالفت شمار از قمندانان طالبان همراه شد و در نتیجه گروه کوچکتر از بدنه گروه طالبان بر رهبری ملا رسول منشعب شد. در ماه‌های اخیر 2 گروه طالبان در مناطق مختلف افغانستان با هم می‌جنگیدند. در آغاز رهبری ملا اختر محمد منصور گفته می‌شد به دلیل اینکه او با ملا عمر نزدیک بوده است، از جمله حامیان گفتگوهای صلح است، ولی با گذشت نزدیک به 10 ماه از رهبری او، طالبان همواره از هر گونه گفتگوهای صلح دوری کردند و جنگ خود را در برابر دولت افغانستان شدت بخشیدند.
ملا منصور که گفته می شد از جمله میان روهای طالبان بود، اما در زمان رهبری چهره او تبدیل به تندترین چهره شد. در زمان رهبری او حملات علیه دولت کشور زیاد شد و هزاران انسان بیگناه در کشور کشته شد. چند ماه قبل هم ملا منصور خواست گروه چهار جانبه صلح را رد کرد. بعد از نشست چهارم گروه چهار جانبه یا هماهنگ کننده صلح افغانستان، قرار بر این بود که نخستین گفتگوهای رودروی دولت افغانستان با گروه طالبان در ماه فوریه برگزار شود. اما طالبان درخواست گروه چهار جانبه صلح را رد کردند. در خبرنامه که از سوی پنتاگون بعد از حمله به ملا منصور منتشر شده آمده است که او مانع گفتگوهای صلح بود. دولت افغانستان هم گفته است که ملا اختر محمد منصور مرتب به نداهای صلح پاسخ رد داده بود. در نزدیک به دم ماه که از رهبری ملا اختر محمد منصور میگذشت، افغانستان شاهد افزایش خشونت ها بوده است. در ماه اکتبر سال گذشته ولایت قندوز برای چند روز در دست گروه طالبان بود. چند هفته پیش کابل شاهد یکی از خونین ترین حملات این گروه بود که در آن بیشتر از 80 تن کشته و دست کم 400 تن دیگر زخمی شدند. باورها بر این است که با کشته شدن ملا اختر منصور، طالبان در پراگندگی کامل به سر خواهند برد. سلام دوباره آقای کوهستانی، در آغاز میخواییم بپرسم آنچه که بحث بر سر جانشینی ملا اختر محمد منصور مطرح میشود، چه کس جانشین ملا اختر محمد منصور خواهد شد؟ به نام یاد خدای بزرگ و با سلام به بیننده و مهمانای عزیزی که در این بحثن، البته بعد از مرگ ملا اختر محمد منصور احتمال جانشینی کسانی از شورای کویته بسیار زیاد مقدور است، از جمله ملا ایبت الله که فعلا رئیس معاون ملا اختر محمد منصور است و قبلا رئیس کمیته قضایی بوده، از افراد نزدیک به ملا محمد عمر بود در گذشته، ملا منان برادر ملا محمد عمر که مدت زیادی هم ناراضی بودن از ملا اختر محمد منصور و فعلا عضو کمیته نظامی است، بسیار فعال است در اونجا، ذاکر قیوم که یکی از چهره‌های مطرح و قبلا سمتای را در رهبری طالبان قبل از منصور داشت و بعد از جانشینی منصور و حداقل وقتی که به حیث نائب ملا عمر آمد و از وظیفه کنار رفت، اختلافات داشت، آدم پرنفوذ است، از نظر قومی علیزایی است و چهره مطرح است در بین گروه طالبان، قبلا زندان گوانتانامو را پشت سر گذاشته است. مولوی جلیل که چهره شاخص دیگر طالبان است، البته قبلا ملا صاحب حسن رحمانی بود که او وفات یافت، ولی قبلی قندار که چهره بسیار معروف، نرم، ملایم، صاحب نفوذ رهبری طالبان بود. اینا هر کدام میتونن جانشینای برای رهبری آینده طالبان باشن. البته بحثایی هم گفته میشه که ملا سراج الدین حقانی پسر جلال الدین حقانی که یکی از معاونین موجود رهبری طالبان یا ملا اختر محمد است، اما تا جایی که من فکر میکنم یا میبینم بر مسائل، فشاری که بر پاکستان وارد است و اخیراً لایحه‌ای که در مجلس ایالات متحده مطرح شد، فشار وارد کردن به پاکستان به منظور انحلال و مبارزه قاطع با شبکه قانی بوده. به مو پیمانه ای که اختر محمد منصور یک آدم خشن، ماجراجو و ضد مصالحه بود و بیشتر جنگجو بود، به مو پیمانه سراج الدین حقانی هم یک شخص بسیار جنگجو است، عملیات های بسیار کلان را اندازی کرده، علیه منافع افغانستان و جامعه بین المللی پرداخته است. من کمتر چانس میبینم با تجربه که از مرگ اختر محمد وجود داره که پاکستانی اشتباه را بکنه و سراج الدین بیاره به حیث جانشین. همچنان باید فراموش نکنیم که اکثریت رهبران طالبا مربوط به حوزه جنوب غرب هستند، یعنی از بستر هلمند، قندهار، فرا، زابل و ای حوزه برخواستن و روزگان، بیشترین باج جنگ کشیدن و تمویل کننده اصلی جنگ اکثرا از این منطقه هستند. به این لحاظ من فکر میکنم که افراد از حوزه جنوب غرب بتانن جانشین آینده شوند. فراموش نکنیم مولای محمد ابراهیم صدر که فعلا مسئول یا رئیس کمیته نظامی
طالب ها است، از اقوام علی کوزهی، از اقوام مولوی عبیدالله، شخص با نفوذ است، فعلا هم رهبری کمیته نظامی را داره. اینا هر کدام میتونن گزینه های برای جانشینی اختر محمد باشن و هر کدام از اینا نسبت به اختر محمد از نظر خشونت سطح متعادل دارن، یعنی پایین تر هستن، آدم های بسیار خشن معرفی نشدن، در کارنامه‌شان ندارن. و اختر محمد یک قاچاقبر بسیار معروف بوده، آمدنش در رهبری طالبان هم بیشتر به تبانی طالبایی که با قاچاقبرا رابطه داشتن و قاچاقبرای منطقه‌ای او را سپورت میکردن پیوند داشت، هم در درون پاکستان هم در بیرون پاکستان. بنابراین با مرگ اختر محمد به مو اندازه که یک پیام بر نیروهای مسلح و جامعه بین المللی و مردم افغانستان است، تقریبا در درون طالبان بخشی از رهبری طالبان با مرگ ازی خوشنود هستند، مخصوصا طرفدارای رسول اخوندزاده که در حال حاضر در روضه اورزگان اینجا پنهان هستند و بخشی از جنگجوی خارجی را اختر محمد کشته، بسیار درگیری‌های کلانی را در این منطقه داشته و با مرگ ازی یک بخش هم از طالبان ناراضی نیستند. بدون شک طالبان در بینشان اختلافات زیاد دارند. فکر میکنین که بر سر تعیین رهبری جدید همچنان جنجال ها میان طالبان بیشتر از این شود و انشعابات بیشتر صورت بگیره؟ من فکر نمیکنم که با یکی از جنجال های بزرگ آمدن اختر محمد، مرگ مرموز ملا عمر که متهم به دست داشتن در قتل ملا عمر بود و این زمینه شده بود برای موجی از نارضایتی و وابستگی بسیار بیش از حد به سازمان استخبارات پاکستان و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر بود که اختر محمد نتونست یک جایگاه لازم برای خود باز کنه، ولی سایر رهبرها در این حد عناصر بسیار آلوده به مواد مخدر نیستن، اکثرا بزنس دارن، نقش دارن، تمویل میشن، از یک مناسبات با پاکستان برخوردار هستن، ولی در حد اختر محمد منصور افراد بسیار منفور نبوده این در درون خود رهبری طالبان. البته بحث ما در میان خود قوت‌های طالبان است که سایر چهره‌ها آدم‌های معتدل‌تر آرام‌تر بودند در درون طالبان. سپاسگزارم. آنچه که بحث طالبان مطرح می شود، آقای ایوبی، فکر می کنین حکومت افغانستان استفاده کرده بتانه از حالت کنونی، از وضعیتی که طالبان عملا رهبر نداره و تعداد از طالبان را بکشانه به پروسه صلح؟ بسم الله الرحمن الرحیم. استاد درونو میلمنو پی اجازه. اول خبر خدا ده چی د پرون د دوم د دوی ورځ کیږي چې د افغانستان مطبوعات او نړیوال مطبوعات تمنا منصور مارک آینن هغه وخت رسیدل کو سامه چې وشو سم اوس دا معلومه نه ده چې دا خبری چې کیږي دا مطلق صد په سل کې چې منصور مردی او کنه دقیقاً وزارت دفاع و ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا پشت شدن مولا اختر محمد منصور بله. دی تایید کړی دی د دې سمخ کې کستا په اسی کله چې په پاکستان په کوټه کې په کوچلاخ کې د ملا سرحدی په کور کې د ملا منصور د مرګ موضوع مطرح پر هم د افغانستان مطبوعات او هم د افغانستان حکومت په کل کې تقریبا دا موضوع تایید کړی و چې منصور په دې حمله کې وجل سوی دی او دغه څخه بعد هم بیا چا لیدلې نه دی، خصوصا ملا منصور هم بیا چا نه دی لیدلی. ملا عبدالله سرحدی چې ده د طالبانو ډېر یو مهم نظامي قومندان دی او د زابل په غزنی، پکتیکا، پکتیا او په دې کې ډېر زیات او مهم او اساسي رول یې پخوا درلودې مي اوس درلودې، دغه څخه بعد هم دا نه دی لسی. اما اوس مهمه خبره دا ده چې که دی نن مړ دی که شپږ میاشتې مخکې مړ دی، د افغانستان حکومت یا د افغانستان پر ملت یا د افغانستان په موجوده حالاتو باندې څه تاثیرات لري. خبره دا ده چې دا جګړه زما په شخصي نظر باندې دا چې د ملا منصور د مړینې خبره پرون اوباما او جان کیری او د نړۍ نور لوړ خلک او مطبوعات په دومره لوړه کچه باندې مطرح کوي، زه فکر کوم چې په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره دا یو بله بدبختي ده چې رامنځته شول، په خاطر د دې رامنځته شول چې اول خود طالبانو په منځ کې ډېر شدید مخالفتونه پیدا شوي وو، د ملا منصور په موجودګۍ کې دا مخالفتونه نور نه حل کېدل. اوس امکان زیات ډېر شته چې طالبان د دغه مخالفتونو څه چې د منصور پر مقرري باندې منځته راغلي ول دا اصلاح کړي او دغه تجربه چې دوی پیدا کړل چې یو د بل سره وجنګېدل، یو د بل سره مړی وکړل، یو د بل سره په کمین کې ودرېدل، دې په داخل د افغانستان کې هم ډېر د کمزوري سره مخامخ کړل او بیرون د افغانستان هم پر دوی باندې ډېر زیات اعتماد نه کېدی، چا پر ایران باندې تاوانول، چا پر پاکستان باندې تاوانول، چا پر نورو شبکو باندې تاوانول. زه په دې باور یم چې د ملا منصور د مرګ د دې اعلان څخه بعد که دقیق وي زه خپله څه نه باندې وایم چې دا مړ دی یا نه دی مړ، اما اعلان یې وسو د ثانیې څخه یې وویستئ، د دې بعده کېدلی شي چې طالبان د خپل مخالفتونو چې د منصور په مشرتابه کې منځته راغلي ول دا حل کړي او په ګډه او په اتحاد او په اتفاق باندې یو مشر وټاکي. د دې مشر د ټاکلو بعد به په افغانستان کې جګړه لا هم
توده سی لاب هم خطرناک سی. فکر میکنین که از انشاب یک سال گذشته طالبان حکومت افغانستان استفاده کردن نتوانسته؟ مثلا ملا عبدالمنان نیازی حمله با ملا رسول یک جا بودن و شاخه از طالبان را رهبری میکردن، در مقابلشان هم گروه ملا اختر محمد منصور بود. اما دواره در افغانستان در حکومت به مقابل که جنگیدل زیادتر ملا عبدالمنان نیازی جنگ هایشان محسوس نبوده در برابر دولت؟ نه تقریبا دگوره وگوره پا شندند کی پا پراکی پا نمروز کی پا غور کی پا بادغیس کی پا در طول مناطقو کی اوسم در ملا رسول دالا پا دیر شکارا بندی جگڑا کی، اما در ملا منصور دالا پا کندهار کی پا علمند کی پا پروزگان کی پا کندوز کی پا بدخشان کی په جوزجان په پاریاب کې بیا د ملا منصور ډلې جګړه کول د افغانستان د حکومت په مقابل کې. په هر صورت دا چې ملا منصور د افغانستان د حکومت په مقابل کې ډېره جګړه کول یا ملا رسول لږ کول دا بېله خبره ده. د دې بعد چې څه پېښېږي زما په شخصي نظر دا دی چې طالبان د دې بعد پر یو مشر باندې په اتفاق سره درېږي. دغه مخالفتونه یو خطر جدي است د حکومت افغانستان، دا ډېره لوی خطر دی د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د حکومت لپاره. نو خبره دا ده، دا ولی په داسې حال کې دا موضوع مترکیږي کله چې اشرف غنی د افغانستان حکومت و دغه ته ځي و قطر ته ځي، او په قطر کې امریکایان او پاکستانیان یا نورو ته دا ویره او دا ترس پیدا سوی دي چې ګواکې داسې نه وي چې د حزب اسلامي په شکل باندې د طالبانو هغه کسان چې په قطر کې دي د افغانستان حکومت په پټه باندې د هغو سره تماس نیولی وي، مستقیماً د رئیس جمهور د افغانستان د هغو سره خبرې ونه کړي، او داسې یو څه ونه سي چې نه پاکستان خبر وي نه افغانستان نه امریکا خبر وي، د سولې یو بل پړاو منځته راسي. ما چې په خپله کله چې نن ستاسو میز ته راغلی او دا موضوع مې اورېدلېدل، کوم اطلاعات چې موږ ترلاسه کړي دي، کومې منابع چې موږ شخصي درلودې، په وطن کې مې درلودې، په ولس کې مې درلودې، د خلکو سره مې درلودې، خلک دې موضوع ته د شک په سترګو ګوري. دغه اعلان چې دا پرون وسو، زه خپله پر دې باندې شک لرم، تر هغو پورې چې دقیق اسناد نه وي پیښ شوي، د ده جسد چیرې و، دی چیرې ولاړ سو، ولې د افغانستان حکومت غوښتنه نه کوي چې دا د پاکستان د سیول هسپتال چې دی ورته وایي چې جنرال صاحب دوی دواړه په هغه باندې بلد دي، چې هلته په رسمي توګه باندې د افغانستان سفارت پورې کنسلګري موجوده ده، د افغانستان د استخباراتي شبکې موجود دي، ولی د افغانستان حکومت د ملا منصور د جسد غوښتنه ونه کړل چې دا باید افغانستان حکومت ته وسپارل شي، ترڅو افغانستان په دې افغانستان حکومت دقیقه وبولي چې دا منصور دی که نه دی. د ملا عمر مړی ورک سو، د اسامه مړ سو، مړی ورک سو، جسد یې ورک سو، نن ملا منصور پسې وژل کېږي، جسد یې ورکېږي. خبره څه شي ده؟ د مړي سره څوک څه لري؟ نو د افغانستان حکومت ته ولې د ملا مدمر د مړي په باره کې معلومات ورنکړل سو؟ د سعودي حکومت ته او مسلمانانو ته په کل کې القاعده و ته و ټولو ته ولې د اسامه د جسد په باره کې معلومات نه ورکول کېږي؟ همدا رقم د منصور وژل کېدل هم په دغه شکل باندې دي چې د دې په باره کې حتی د افغانستان حکومت خو کولی شول چې د پاکستان د حکومت څخه فوراً غوښتنه وکړي چې دغه جسد د ملا منصور دا موږ ته باید وسپارل شي. ولې ورنکړل؟ تشکر. آقای ناطقی، آنچه که پنتاگون اعلان کرده است که ملا اختر محمد منصور مانع گفتگوهای صلح طالبان با حکومت افغانستان بود، فکر نمیکنین این هشدار از برای فرماندهان طالبان که اگر به پروسه صلح یکجا نشوند مورد هدف امریکاییان قرار خواهد گرفت؟ سلام خدمت بینندگان عزیز. البته شکی وجود نداره بر این که اختر محمد منصور یکی از بزرگترین مانع در مسیر صلح، در مسیر مذاکرات و گفتگوها بود، و این آدم از وقتی که جانشین ملا محمد عمر اعلام شد، با اعلان مرگ ملا محمد عمر، این کسی بود که به صورت اساسی مسئله گفتگو و مذاکره و صلح را رد کرد، در حالی که در یک مذاکره ما در هفته جولای 2015 که در اسلام آباد شرکت کردیم، ما اونجا پرسانم کردیم که این هیئتی که میه از طرف کیست، گفتن که از طرف اختر محمد منصور سرپرست شورای کویته است. زمان مسئله کشته شدن مرگ ملا محمد عمر معلوم نبود، ولی بعد از آنی که جانشین شد و این اولین کار که کرد گفت مذاکرات رو ما به هیچ وجه قبول نداریم، مذاکرات تبلیغات دشمنان است، اصلا مذاکره نیست، صلح معنی نداره، ما با حکومت افغانستان می جنگیم. بعد اعلامیه های بهاری داد و شما در جریان هستین، و اعلامیه بهاری این جنگ علیه مردم افغانستان و کشتار مردم افغانستان که حالا خودش قربانی همین اعلامیه جنگ بهاری شد، و این ضربه بسیار هولناک است بر تشکیلات طالبان، بر پیکر طالبان، و
و یه حرفی که پنتاگون گفته یا هر کسی دیگه، ما شما میفهمیم که یک مانع بسیار بزرگ از مسیر و از جاده و از سرک صلح برداشته شده و فعلا شرایط برای رفتن به سمت صلح و مذاکره به نظر ما از هر زمانی مساعدتر است. و خب آقای اوباما گفتن که همطور جان کری گفت که یک پیام است برای مردم افغانستان که ما متعهدیم در رابطه با در مبارزه با تروریسم. آقای اوباما گفتن که ما بالاخره اجازه نمیدیم که افغانستان سرزمین یا جایگاه و یک جایی باشه که تروریست ها اونجا مانور بیده یا طبیعی شبیه چنین مسئله. بعد اختر محمد منصور یکی از عناصر بی‌نهایت بی‌رحم ضد گفتگو و مذاکره و صلح بود و صلح خراب کرد و جنگ بهاری را اعلام کرد. و از همه مهمتر این که بعد از آن که آدم اعلام شد به عنوان جانشین ملا عمر، خونین‌ترین عملیات و انفجارها و وحشتناکترین و ترسناکترین عملیات را توسط اختر محمد منصور و گروه منصور ما در افغانستان داریم. جریان حمله وحشتناک و ترسناک شاه شهید و همونطور حمله به مرکز اکادمی پلیس و اخیرا حمله به ریاست ده، اینا مجموعه و منظومه از عملیات های بسیار ترسناک انتحاری و انفجاری در کابل هست که اختر محمد منصور و گروه منصور رسما به عهده گرفته، گفت ما این کارا رو کردیم. و بعدم که جنگ بهایی خره اعلام کرد، مسئله قندوز، حمله بر قندوز و کشتاری که در اونجا شد و مردم تعداد زیاد، اینا مجموعه و منظومه از رفتار و رفتار و کردار و کارهای اختر محمد منصور است که رسما مسئولیت هایش را به دوش گرفت. اینا نشان میده که این آدم یک ذره برای صلح فکر نمیکرد و اصلا شخصیتش به گونه ساخته شده بود که ضد صلح و مذاکره و گفتگو و مصالحه. بیشترین دیده میشد که در دست طالبان که در مناطق جنوبی افغانستان جنگ میکردن یا در مناطق شمالی افغانستان جنگ میکردن، سلاح‌های جدید نوع روسی در دستشان بود. فکر نمی‌کنین که ارتباطات ملا اختر محمد منصور با روس‌ها و تمویل روس‌ها برای تجهیز طالبان در افغانستان، این هم نوع از تکتیک‌های جنگی طالبان بود که در برابر نیروهای بین المللی و دولت افغانستان از طرف اختر محمد منصور عملی میشد؟ این یکی از پرسش‌هایی هست که بیشتر به اصطلاح ماهیت و جوهر استخباراتی دارن و ما شنیدیم روس ها هم گفتن که آقای کابولوف بارها اعلام کردن که ما با طالبا ارتباط داریم، بعدم تکذیب کردن و دلیلی که ما ارتباط داریم، علتی که با اینا ارتباط داریم، اینا رو میخواییم علیه داعش بسیج بکنیم چون داعش خطر بسیار جدی برای منافع امنیتی ما هست. این حرفا رو ما از اونا شنیدیم و البته مسئله هم الان مطرح، یکی از تحلیلگرای افغانستان هم این مسئله را به این صورت مطرح میکنه که اون چی که در دالپندی اتفاق افتاد در شهر داخل پاکستان در مرز مشترک افغانستان و پاکستان، این در واقع میتونه نتیجه همین ارتباطات باشه. یعنی اختر محمد منصور و گروه منصور با استخبارات روسیه ارتباط گرفتن و قرار به یک جای رسیدن که سزاوار یعنی مرگ بود. این مسئله را گفتن. ولی واقعیت مسئله اینه، حالا ما به هر دلیلی که باشه یه آدم الان کشته شد و این یک ضربه بسیار هولناکی بر پیکر طالبان و تشکیلات طالبان است. آنچه که آقای ایوبی اشاره کردن، احتمال بسیج طالبان هم می رود، چون یگانه دلیل که حالا موجود بود موجودیت ملا اختر محمد منصور در رأس یک شاخه از طالبان بود. فکر می کنین که پس از این طالبان منسجم و واحد حرکت داشته باشند؟ خوب اول خوب برمیگرده به سیاست داخلی طالبا و نقش پاکستان، چون بیشترین انسجام و رهبری طالبا همون گونه که از اسناد و مدارک دریافت شده و بارها هم در گذشته تذکر دادیم، اکثریت رهبران طالبان که در پاکستان هستند شناختی کارت پاکستانی دارند، پاسپورت پاکستانی دارند. نه تنها خودشان، خانواده‌شان، فرزنداشان از این امتیازات برخوردار هستند. اونا دلچسبی به منافع ملی افغانستان ندارند و بیشتر آمادگی برای بازگشت افغانستان ندارند. کوشش میکنند در این ماجراجویی برای خودشان هزینه داشته باشند. بسی که با مرگ ملا اختر محمد منصور
پاکستانی‌ها در چون بنا به نفوذ و رابطه را با طالبان دارن در چه سطحی می‌خواهند طالبان را حفظ بکنن که بخواهند با دولت افغانستان مذاکره بکنن، گفتگوهای چهارجانبه به زودی آغاز شود و به یک نتیجه برسه. پاکستان احتمالاً از وضعیت موجود بسیار خسته باشد، بنابراین که فشارهای بین المللی هر روز نسبت به پاکستان افزایش پیدا میکنه. دنیا نه تنها برای حکومت پاکستان که مرزهای دنیا برای اتباع پاکستان بسته است و هر جا پاکستانی ها مورد تعقیب و پیگرد قرار میگیرند. به این لحاظ یک مشکل کلان از نظر اقتصادی و سیاسی برای پاکستان است. در بحث دیگه هم که همون گونه که دوستان اشاره کردن، اختر محمد هم یک آدم قاچاقبر بسیار معروف بود که یعنی جایگاه علمی و جایگاه رهبری بسیار عالمانه را نداشت در درون طالبان، یعنی وجاهت که دیگه طالبان دارن به عنوان عالم دینی یا درس خوانده در او حد یک آدم اختر محمد نبود و بیشتر نقش یک قاچاقبر داشت. و شما میدونید که یک بخش از جنگ افغانستان جنگ مواد مخدر است، هم تمویلش همون گونه که اکثرا منابع ایر اعلام کردن که بین 75 تا 80 میلیارد دلار از کشزارهای افغانستان قاچاقبرها سود میبرند و دلیلی هم افزایش جنگ در افغانستان مخصوصا در شمال هم برای افزایش کشت کوکنار است که بتونن بازار قاچاق بیشتر از گذشته برای دنیا گرم نگاه کنن. این به این عنوان یک چهره منفور در درون خود طالبان بوده که بسیار از یادم راضی نبودن. بخش دوم هم که اتهام مرگ ملا عمر پنهان کردنش به وجود داشت، بخشی از آدمای پرچهره طالبان مانند ذاکر قیوم که قبل از اختر محمد مسئولیت کمیته نظامی را داشت، یا ملا رضا قچقزایی که چیرای بسیار مهم طالبان بود در چمن و آدم صاحب نفوذ وزیر داخلی امارات طالبان بود، اینا دیگه قطع رابطه کرده بودند با امارات طالبان، یعنی به عنوان آدمای بی‌طرف به حساب می آمدند. ملا حسن که وفات کرد، حسن رحمانی تقریبا نقش خود از دست داد. ملا حسن بابر که وزیر خارجه طالبان بود فعلا در یک حالت بی‌طرفی قرار داشت در کراچی، کار زیاد و جدی نمیکرد. مولوی جلیل که از طرفدارای ملا عمر بود و هم یک مدت مخالفت داشت، اجباراً بیعت کرد بر اختر محمد، یعنی راضی از اختر محمد نبود. مولوی نورالدین ترابی که یک از آدمای طرفدارای ملا عمر بود آدم مخالف بود. ملا شیرین، حافظ محیب الله، ملا نانه یا کسای دیگر از این سطح از رهبری طالبان ناراضی بودند از اختر محمد. به این لحاظ با مرگ اختر محمد احتمالاً اگر یک چهره معتدل که در بین طالبان بسیار به افراط‌گرایی، بسیار به زراندوزی معروف نباشد، چون طالبان بیشتر به این مسائل میپردازند، میتونه انسجام طالبان را دوباره به دست بیاره. ولی اگر احتمالاً سراج الدین حقانی در رأس طالبان قرار بگیرد، فکر نمی‌کنین که وضعیت افغانستان بدتر خواهد شد و شبکه حقانی شبکه‌های نیست که با حکومت افغانستان به روی میز گفتگوهای صلح بشینن؟ جز این که در سال 2002 یا 2003 قرار بود که بین مذاکره بکنن و که با شکست مواجه شد و از امو سال تا به حال هیچ روی خوش نشان نداد به حکومت های افغانستان. ببینید، من قبلا هم تذکر دادم که فشارهایی که به پاکستان بنا به تنبیل 450 میلیون دلار برای پاکستان، لایحه‌ای که در کنگره آمریکا تصویب شد، بیشتر روی کردش برمیگرده برای مبارزه با توریستا از جمله شبکه قانی و انحلال شبکه قانی. شبکه قانی قبلا در لیست سیاه ایالات متحده و سایر سازمان‌های توریستی شریک ساخته شده است. ضمن ما قبلا تذکر دادم که از بیشترین اعضای رهبری شورای کویت هیئت اجرایی طالبان حوزه جنوب غرب افغانستان تشکیل می‌دهد. بیشترین منابع تمویلی هم حوزه جنوب غرب است، یعنی کشت کوکنار، ترافیک، بیزنسمن‌های کلان اکثرا برخواسته از این حوزه هستند که طالبان با طالبان همکاری دارند. در حقیقت کویت مرکز تاجگذاری برای طالبان شده، نه پشاور. پشاور یک مرکز دومی عملیاتی است. بنا به این دلیل من کمتر فکر میکنم که سراج الدین حقانی بنا به سابقه که داره، خشونت بوده و پاکستان تجربه داره از اختر محمد منصور، با قبولاندن اختر محمد منصور هم سرانجامش به اختر محمد هم به پاکستان و به طالبان درست نبوده است. اگر سراج الدین هم انتخاب شود، سراج الدین نمیتونه چنین مسئولیت کلان را ادا کنه. احتمالاً اولو نمیپذیره چون نمیتونه علنی باشه، پاکستان تحت فشار قرار داره بین این آلزو. و دوم که حوزه جنوب غربی افغانستان، یعنی طالبایی که بیشترین نفوذ و دلگه دارنده حوزه جنوب غربی افغانستان، در قندار، فرا، هلمند، روزگان تا به فاریاب و مناطق دیگه، اینا نمیپذیرن رهبری سراج الدین حقانی را. یعنی اوج اقوام کلان قرار دارن. ملای بت الله مربوط به اقوام نورزایی است که بیشترین اقوام از اونا همکاری دارن با طالبان، یا علیزایی ها که ذاکر قیوم است، یکی از اقوام بزرگ است که تمام حوزه کجکی و شمال هلمند اکثریتش علیزایی ها تشکیل میتن. همچنان از اقوام اچکزایی
یا از اقوام دیگه افغانستان که در اونجا قرار دارن، علی کوزیا که صدر ابراهیم علی کوزی است. این ساختارها سر رهبری آینده طالبان بسیار زیاد تاثیر داره. یکی از دلایلی که بسیار خشونت میکرد اختر محمد از اقوام اسحاق زی بود. اسحاق زی در بند تیمور ولسوالی میوند هستند، در سایر ولسوالی‌ها در جای دیگه هلمند هم اقوام کوچک اسحاق زی هستند، ولی نقش کلان قومی را به رهبری در افغانستان هیچ وقت اسحاق زی نداشتند. چهره‌های مطرح در سیاست افغانستان اسحاق زی نداشتند. به این لحاظ هم بود که نتونست جریان جنگ درست مدیریت بکنه و سرانجام هم بیشتر با ابزار خشونت روی آورد. باور من این است که از افراد میانی طالبان، افرادی که از رابطه حسن هم با پاکستان، با کشورهای خلیج، با دولت افغانستان برخوردار باشن، خوشبین بروند گفتگو و مذاکره باشه، مدیریت کده این پروسه را بتونه و حداقل وضعیت خشونت بار مدیریت بکنه، چنین یک چهره بر رهبری طالبان خواهد آمد. سپاس. آقای ایوبی، فکر میکنین که حکومت افغانستان بتونه که کنترل مذاکرات و بحث پروسه مصالحه را همچنان در دست داشته باشه و پیش ببره، یا نه با کشته شدن ملا اختر محمد منصور بحث گفتگوهای صلح پرجنجالی تر از گذشته خواهد شد، یا نه آنچه که آقای کوهستانی گفتن که آدمهای نرم هم هستند در درون گروه طالبان که اگر رهبری طالبان را بگیرن ممکن روی خوش نشان بدن به مذاکرات؟ گورمش همیشه زید نکیس پاس خپل افغانان داخل کی کو دیو طرف دا جګړه داخلی ده او که خارجی بوردم لري زخ بخپله پدیا کده چې طالب نه پخوا پخپله خوش باندې په افغانستان کې جګړه کول، نه اوس پخپله خوش باندې درولاسي، نه طالب پخوا دومره صلاحیت لودي چې د جګړې د بند کی یا د جګړې ته دوام ورکړي. کچيري مش ټول دیو طرف په حکومت او ملت په دی با اراده چې دا جګړه پردی ده پر مش تامل سوي ده، نو دا جګړه درول ګم بیا پردی کوي چې هغه پاکستان دی او هغه خپل د امریکا یا د غرب نور ادارې دي هر څوک چې دي چې طالبان سپورټوي او هغه ته پیسې طالب یو نوم دی او مواد د ملا عمر در پاکستان کشته میشه، ملا اختر محمد منصور در پاکستان کشته میشه، ملا برادر در پاکستان بازداشت میشه، بله. چندین تن از طالبان دیگر عملا در پاکستان زندگی میکنن، تجارت دارن، حتی پاسپورت پاکستانی دارن، بله. فکر نمیکنین که پاکستان از این بیشتر مورد فشار جامعه جهانی قرار خواهد گرفت مبنی بر حمایتش از توریست ها؟ داد ملا منصور مرک ده پتن ده افغانستان جګړه ده یو کال ده پار نور گرم و ساتل، در سو چه طالبان بیا مشرتابه ټاکي، در سو چه طالبان بیا تشکیلات کوي، در سو چه طالبان بیا په خپل منځ کې راټولیږي، دغه د جګړې سیزن چې امریکایان ور باندې نوم اشه دي چې هم فکر نه کړم حکومت افغانستان میتونه استفاده بکنه از این خلای به وجود آمده. زه فکر نه کوم چې دا د افغانستان د حکومت تواس خبره ده، او نه د افغانستان په حکومت کې دومره ظرفیت وینم چې هغه دی وکولای شي چې د دغه خلا چې رامنځته د دې په وینا چې کومه خلا منځته راغلې ده د دې څخه د استفاده وکړي. د بل طرفه موږ وایي نن د افغانستان د پخواني ملي امنیت رئیس نبیل صاحب هم وویل چې ملا منصور یو ښه مدیر نه و د پاکستان دپاره، مګر خبره دا ده چې د کندوز سکوت د چا د لاسه دی؟ په افغانستان په اتو ولایتونو کې چې دا وخت ولسوالۍ سکوت دي، ولایتونو د سکوت سره مخامخ دي، عمومي شهراوې بندې دي، په زرونو زرونو ځوانان په شهادت باندې رسېدلي دي، او دا لس کاله د 15 کاله د افغانستان ملت او امریکا په چالش کې اچولې ده. جګړه هم د ملا منصور هم د ټیم کوله، یعنی د ملا مدمر د مرګ څخه مخکې د ملا مدمر د مرګ څخه بعد جګړه د ملا منصور په دستور کېدل، د ملا منصور په کومنده کېدل، د ملا منصور په کومنده باندې مخ تکلله. موږ ولې دا خبره کوو چې ملا منصور ناکام و؟ ناکامی چی شده؟ ولایتونه در سکوت کړی دي، په چالش کې اچوله د سولې دپاره، نرو ښځو کوچنۍ ولوی حکومت او نه حکومت ټوله بغاري و تناري و، یوه ورځ طالب نه دی ویلي چې زه سوله غواړم. در دې نه بالا جګړه چی شي چې د نړۍ یو لک کس که در رهبری طالبان بیایه او د دقیقا سیاست های پاکستان را در افغانستان عملی خواهد کرد. ګورم لا منصور یو پروفیسر نه و، شیخ الحدیث نه و، مفتی نه و، جنرال نه و، د نظامی اکاډمۍ څخه فارغ نه و، ملا مدمر د نظامی اکاډمۍ څخه فارغ نه و، ملا بیدلا و ملا سلام د هر څه چې دي د هر څه مشران چې د طالبانو دي یوه ورځ هم نظامی زده کړه نه ده کړې، نه د کم عربي پوهنځۍ څخه فارغ سوی دي، نه د کم د نړیوال پوهنتون څخه فارغ سوی دي. جګړه د هغه چا کار دی چې هغه د خپل ځان صلاحیت نه لري.
جګړه د هغه چا کار دی چې هغه باندې بل مړی کوي، په هغه بل خودکشۍ کوي، په هغه باندې ښځې وژني، په هغه باندې ماشومان وژني، هغه اختطاف وي، هغه د پردو په چنګل کې ګیر وي، د هغه جنازه په غلا کېږي، د هغه پاتیا په غلا اخیستل کېږي، د هغه مړی په غلا خاورو ته سپارل کېږي. د دې څخه دا توقع کوم چې دی باید رحم دله وي، د هغه څخه دا توقع کوم چې دی باید ښځې او ماشومان سره جلا کړي. زه فکر کوم چې دا ډېره لویه اشتباه ده. مهمه خبره دا ده چې ولې په داسې اساسو شرایطو کې د ملا منصور د مرګ یا پلان جوړیږي یا را مخته کیږي. زه دې په خاطر باندې چې په افغانستان کې د جنگ دغه سیزن چې امریکایان ورباندې نوم اښدي، ته ګوره ته په ټوله نړۍ کې اورېدلی جګړې سیزن یا وخت، یعنی لکه د میوې سیزن چې راځي یا د انګورو سیزن چې راځي یا د بل شي سیزن چې راځي، دا په 2014 په 2014 په 2015 کې یو کال مخکې نړیوال مطبوعات او امریکایان وایي چې په 2014 کال کې به د سیزن د جنگ دغه رقم وي، په 2018 کې به دغه رقم وي، په 2019 کې به دغه رقم وي. همدا رقم د ملا منصور د وژلو اعلان د طالبانو او د افغانستان پر خلکو باندې خصوصا د افغانستان په جګړه کې کم داسې تغیرات نه راولي چې موږ یې توقع لرو، چې ګواکې چې ملا منصور ډېر زشت و، ډېر قاتل و، ډېر قاچاقبر و او ډېر سولې ته ژمن نه و. نور طالبان چې راځي هغه به سولې ته ژمن وي، زه په دې نظر نه یم. اما دقیقا همین گونه بود. شما پل محمود خان، شاه شهید کابل، سقوط قندوز، چور و چپاول اموال مردم، کشت مواد مخدر، فروش مواد مخدر، انتحار انفجار، اینها همه از دست ملا اختر محمد منصور و پاکستانی ها بود. زم وایم چې دا د تیر و لسو کلو را په دې خوا کوي، اما ملا منصور یو وسیله ده، یو اختطاف دی د پاکستان د آی اس آی په لاس کې. هر څه واشر چې په غواړي دا اوس د ایران راغلی دی، د خپل دغه سړی کواکید دغه ملا منصور دی، یوه ورځ مخکې د ایران سره غلی. زه چې کوم معلومات لرم خو اوس د مطبوعاتو د جان کیری او د اوباما خبرو دومره تاثیرات کړي دي، موږ خپل معلومات نشو شریکولی. چې بیا خلک وایي چې دا ته وګوره دا څومره احمق دي چې اوباما خبره کړې ده، دا هم درواغ کېدلای شي. یعنی افغانان دومره تاثیر لاندې یو موږ چې خپل نظر نشو ویلای، خپل معلومات چې لرو هغه نسوله، په خاطر دې چې جنکيري خبره کړې ده، اوباما خبره کړې ده، د بری خدمت. تشکر. آقای نتیقی، آینده طالبان را چگونه ارزیابی میکنین؟ اگر طالبان هم مانند گذشته بر سر رهبری واحد به توافق نرسن، آینده این گروه در افغانستان چگونه خواهد بود؟ آنچنان که دیده شده است آمریکاییان هم تحت حملات خود قرار داده گروه های طالبان را در افغانستان و حتی روزهای گذشته رهبر این گروه را هدف قرار داده است. فکر میکنین که انشعاب بیشتر به وجود خواهد آمد یا نه طالبان به رهبری واحد توافق میکنن؟ با توجه به این انشعابات که در گذشته وجود آمده، من چشمانداز و آینده ای که شما سوال کردید برای طالبان، من یک آینده درخشان برای طالبان نمیبینم. طالبان وضعیتش بسیار الان خراب شدن و در یک شرایط بسیار بدی قرار دارن. در هر صورتش، چی طالبان رو ما به عنوان یک گروه وابسته با مزدور و غلام پاکستان ببینیم که با این مهره های اساسی در این شطرنج پاکستان بازی میکرد، از این نقطه نظر هم اگر نگاه بکنیم اون مهره های اساسی فعلا از دست رفته. پاکستان دیگه مهره های دیگری رو که پیدا بکنه که در این شطرنج بازی بکنه اون مهره ها رو نداره. هیچ کس ملا عمر نخواهد شد و هیچ کس حتی ملا اختر محمد منصور نخواهد شد. و ببینید کسانی چیزی را ملا اختر محمد منصور دارد که چند تن را که آقای کوهستانی نام گرفت الان من میگم ببینید، اختر محمد منصور به لحاظ جنگ و به لحاظ روحیه جنگی و به لحاظ آشتیناپذیری خود در افغانستان بسیار یک چهره خشین و بیرحم و آشتیناپذیر اینا بود. برای جنگ هم اعتراض ما لازم است و که نیروهای خود را بسیج بکنه برای جنگ و برای ارعاب و برای تهدید انفجار و این مجموعه از کشتارهایی که شما اشاره کردید هیچ شک نداشته باشیم. درسته که الان امکان داره، اما فکر نمی‌کنین رهبر که قرار است تعیین شه وحشتناک‌تر از ملا اختر محمد منصور باشه؟ الان اونایی که احتمال میدیم، سراج الدین رهبر شبکه حقانی است. اگر سراج الدین بیاره در اینجا، یعنی در رأس طالبان قرار بده که معاون اولش بود و عملا هم باید همونطوری باشه، در اینجا طالبان باید این هزینه را بپردازه، هزینه سراج الدین حقانی را، و این هزینه اندکی نیست. شبکه حقانی وصل به القاعده است و القاعده دشمن استراتژیک آمریکاست و فعلا هم اختر محمد آمریکایی‌ها کشتن و بی‌سرنشین‌ها کشتن.
اینا هزینه های بسیار سنگین است که باید شما فرض کنید که بی‌رحم‌ترین آدم همین سراج الدین حقانی است دیگه ایر بیاره در رأس، شما فکر میکنید از این سود میبرن؟ هم فکر نمیکنین هدف طالبان جز جنگ نیست. یعنی چی؟ یعنی دقیقاً هدف طالبان جنگ است. باشه ببینید وقتی ایر میاره این آشتی ناپذیره، این میخواد بجنگه و همون موضع و همون راه و همون شیوه ای که اختر محمد منصور در پیش گرفته همون ادامه بده، نتیجهش اینه سزاش همین خواهد شد. اگر چنانچه یعنی سزاش همین خواهد شد، همین که الان سرنوشته که الان اختر محمد، ببینید مسئله به این سادگی نیست. جنگ افغانستان یک جنگ ساده نیست. در این جنگ تمامی قدرت های منطقه، استخبارات منطقه و فرامنطقه دخالت داره. اگر اینها سراج الدین حقانی رو بیاره روی کار که نخواهد آورد، که ما با آقای کوهستانی موافق هستیم، چون یک هزینه بسیار سنگینی رو بر پاکستان تحمل میکنه. تشکر. و سراج الدین حقانی یعنی این که القاعده، شما القاعده رو بیارین در رأس، اینکه پاکستان باید جواب بده. برای می اساس است که من اون سوالی که کردیم، من وضعیت طالبان رو بسیار آشفته و متشدد و پراکنده میبینیم. وضعیت از اینا بدتر از اون چیزی است که خواهد شد. مثلا شروع شد با مرگ ملا محمد عمر که دیگر اینا انسجام را از دست دادن. الان که اختر از بین رفته و بعدش هم اگر سراج الدین بیاره یا ملا یعقوب یا هر کسی دیگری رو که الان شورا داره و بحث میکنه، هر کسی رو روی کار بیاره، اون آدم باید چیه؟ یک مسیر معتدل و یک راهی گفتگو و مذاکره رو باید چی در پیش بگیره. در غیر اون صورت اگر خود بالاخره هماهنگ نکنه با مسیر، با جریان مذاکره و گفتگو، به سرنوشت اختر محمد منصور گرفتار خواهد شد. طالبان باید خود هماهنگ بکنه با چی؟ با جریان عمومی سیاست‌های کلانی که در اینجا هست. آیا سرنوشت ملا اختر محمد منصور در انتظار همه فرماندهان طالبان در افغانستان است و همه هیئت رهبری شورای کویته انتظار چنین روز را داشته باشند؟ البته یک چیزی را باید فراموش نکنیم که بعد از آمدن حکومت وحدت ملی در مجموع تغییری در سیاست‌های راهبردی آمریکا در راستای مبارزه با توریسم کمی مشهود است. در گذشته محدودیت‌های زیادی را رئیس جمهور کرزی برای نیروهای بین‌المللی برای فعالیت‌های از اونها وضع کرده بود که عملیات‌های خاص ممنوع بود، عملیات‌های شبانه را اجازه نداد، مجموعی از توریست‌ها و زندانی‌ها را بدون تطبیق عدالت از زندان‌ها رها کردند و همیشه هم آمریکایی‌ها را مسئول می‌دانستند در عملیات‌ها. به این لحاظ حکومت وحدت ملی کم این وضعیت تغییر کرده که فعلا با اعدام توریست‌ها توسط حکم رئیس جمهور یا تطبیق عدالت و چند عملیاتی را که شاهد بودیم، ملا متی‌الله مشهور به حاجی‌لالا والی قندهار در عملیاتی از بین رفت، چندین محل دگام سران طالبا و والیای نامنهاد از اثر عملیات نیروهای بین المللی کشته شدند و در اخیر هم اختر محمد منصور. این نشانه ای از یک تغییر مثبت سیاست ایالات متحده در جهت مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی است. اگر قرار باشه که افرادی از رهبری طالبا پافشاری بکنن بر جنگ و به منافع ایالات متحده و افغانستان حمله بکنن و وضعیت را بیشتر از این متشنج نگاه بکنن، احتمالاً این عملیات ها سلسله عملیات های ادامه پیدا بکنن. اما فراموش نکنیم که کل اعضای شورای کویته و شورای پشاور دشمنای آمریکا و دشمنای این کشور هم نیستن، تعدادی هم افراد نفوذی در از این ردهای مختلف وجود داره. سپاسگزارم آقای ایوبی. آنچه که بحث های اخیر ملا اختر محمد منصور با ایران و روسیه مطرح می شود، فکر نمی کنین که یک بخش بزرگ جنگ افغانستان برمیگرده به روس ها و ایرانی ها؟ آخرین ویزه که در پاسپورت پاکستانی ملا اختر محمد منصور موجود بود ویزه ایران است. او چند روز پیش برگشته بود از ایران. دیکه او شک شبه نسته چه ایران و پاکستان دواره در افغانستان پا جگره که پا شمال در روسان مستقیم داخل دی روسان هم پکر در که دایست خبیر داره. اول خبر داده چی در طالبان و جگره پا افراد پر تعلق نلاری چه چوک مردی چوک شمنده دی دملا انسان لا چې په مزار کې در ټانګانو لاندې سوی د لسلو زور کسان سخ په وځي باندې په بجل چودي ملا برجان چې بجل کیږي، ملا ربانی چې بجل کیږي، ملا مدمر چې بجل کیږي، د دې خنور د طالبانو ډیر زیات کمانډانان هر ورځ بجل کیږي. موږ په دې تمه نه باید کښینو چې ګواکې ملا منصور مرکې نور طالبان به د مرګ وبیریږي.
یو ورځ یو خبره په تیرو شلو کلو کې د طالب د سولې ماته راوښی چې طالب ویلي چې زه سوله کوم. یو ورځ یو سړی دې ووایي چې د طالب په رهبری کې یو سړی هم په ټول عمر کې د افغانستان د حکومت یا د امریکایانو څخه دا غوښتنه کړې چې سوله وکړو. دیدګاه شما این است که طالبان باید از بین برن، یعنی صلح نمیکنن. طالبان یې څوک نشي وړلی، در څو چې امریکا غواړي، در څو چې ایران غواړي، در څو چې نیابتي جګړه، اقتصادي جګړه د هندستان او د ایران د پاکستان په مقابل کې دوام لري. امریکایي هم هستن که هدف قرار میدن سرانه طالبان را. دا د استخباراتي شبکو ټول غړي چې هر چا د هر استخباراتي شبکې د ایجنټ په صفت باندې کار وکړي، هغه سره مواد دی، هغه به وژل کیږي. هغه که په دې داخل د نظام کې موجود وي هم به وژل کیږي، که د دې نظام په مقابل کې جګړه کوي هغه به هم وژل کیږي. دغه د طالبانو چې کوم قمندانان دي یا کوم مشرتابه دي، دا د استخباراتي کړیو په دسترس، په دستور، په برنامه، په پلان، په پیسو، په امکاناتو باندې جګړه کوي، او د دې سره ټول هغه مواد ورسره دي چې دوی په افشا کوي. دا داسې نه ده چې یوازې په افغانستان کې، دا په ټوله نړۍ کې د هغه استخباراتي شبکو اصول دا دي چې ورځې به په خپله خوښه، ځې به د ده په خوښه، یعنی ته به ورځې د ده په خپله خوښه وجز به هم کوې، زارۍ به هم کوې، ارتباطات به هم نیسې چې ما ته دا شبکه راکړه زه به دا کار وکړم. مګر کله چې ځې بیا به مرې، بیا دا خبره بیا نسته چې بیا به تا ته ګلان درکوي چې تا ښه وظیفه ادا کړي. با کشته شدن ملا اختر محمد منصور، جنگ ها بیشتر از این خواهد شد در افغانستان یا فروکش خواهد کرد؟ به شما خدمت شما عرض میکنم که تا همین لحظه ای که ما و شما گپ میزنیم، اوضاع و شرایط کلن به نفع حکومت افغانستان و مردم افغانستان. عملیات بهاری طالبان با شکست مواجه شد، اختر محمد منصور کشته شد و تشتت و پراکندگی و بحران بسیار شدیدی در درون طالبان پیش میاد. در تشکیلاتش اوضاع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هم نشان می‌ده بر این که تمامی شرایط به نفع حکومت افغانستان است. جاده به سمت صلح و ثبات و امنیت و زندگی بهتر میشه. دیگه اون چیزایی که ما در اول سال ترسیده بودیم دیگه اونا به طور کلی برطرف شد و طالبان هیچ کار را هم نخواهد کرد. که طالبان یک نفر دو نفر نیستن، یک گروه هستن. باشه یک نفر دو نفر نباشه، مسئله رهبری، مسئله زعامت و مسئله اینا مسائل بسیار اساسی و بنیادی هستن و شرایط همه رو نشان میده که با کشته شدن ملا عمر، با مرگ ملا عمر تا حالا اوضاع به سمت است که به ضرر طالبان است و به ضرر تروریست هاست و هرگز اونا نفعی نبردن. و اگر ما بتونیم استفاده بکنیم اوضاع و شرایط به نفع مردم افغانستان. برای مجموعه چی دا گرمی دا طالبانو دا اوست پا بدخشان که چلور ولسوالی مکمل سکوت ندی، دا اوز کندوسی درست سکوت، دا اوز روزگان پکت ولایت پات دی، دا اوز هلمند پکت یو لشکرگاه پات دی، دا اوس د پارا صرف شار پات دی، دا اوس په اتو ولایتونو په جوزجان کې، په پاریاب کې، په میمنه کې، په بغلان کې، هر ورځ د سکوت د استاس خبرونه چې بغلان سکوت کوي. یعنی نور د دینه بالا نه طالب برنامه ور کړل سوی و، نه د دینه بالا طالب برنامه درلود. د طالب سره هیڅ کله دا برنامه نه ستاسو اوس هم باندې په مخ کې چې د افغانستان حکومت ته به سکوت ورکړي دی برازي. دا برنامه د طالب په پلان کې نشته. د طالب په پلان کې دا ور کړل سوی دی چې جګړه ته دوام ورکړي. تشکر آقای ایوبی، آقای کوهستانی و آقای نطقی از حضورتان در بازنگاه و سپاسگزارم از شما بیننده ها که این برنامه را دنبال کردید. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.